آیا از اتهامات شکیلانام بر علیه فهیم فنا خبر دارید؟ آیا واقعاً فهیم به او قول ازدواج داده و به همان بهانه پولهای او را گرفته؟ آیا اتهامات شکیلا دروغ است یا واقعیت؟ آیا واقعاً آریانا سعید و حسیب ساعد پشت این موضوع قرار دارند؟ و شکیلا چرا حالا دست به افشاگری زده است؟ برای دانستن عجیب ترین اتفاقات و باور نکردنی رازهای مخفی در ادامه ویدیو با ما همراه باشید و فراموش نکنید که قبل از همه چینل ما را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. بیننده های عزیز سلام و تماشای یکی از بهترین ویدیوهای ما از تاپ سیکرت خوش آمدید. فهیم فنا یکی از اشتراک کنندگان برنامه ابر ستاره این روزها با یک اتهام خیلی بزرگ و عجیبی برخورده است. او سال گذشته توانست در برنامه ستاره افغان مقام اول را به دست آورد و امسال نیز در برنامه ابر ستاره در مقابل تیم آریانا سعید اشتراک کرده و احتمال برنده شدنش زیاد بود. او اخیراً در مخمصه بزرگی گیر افتاده است. خب، جریان واقعی از چه قرار است؟ بیننده های عزیز، قصه از این قرار است که خانم به نام شکیلا که قبلاً ازدواج کرده و 3 فرزند هم دارد، در چند ویدیو و لایف هایش از رابطه نزدیک خود و فهیم فنا افشاگری می کند. او با عشق و عصبانیت فهیم را مخاطب قرار داده و می گوید من حقم را از تو می گیرم. اما چه حقی؟ او می گوید من و فهیم که در اولها فقط دوست معمولی بودیم، ساعتها با هم صحبت می کردیم و از زندگی من می گفتیم. کم کم صحبت‌های ما زیاد شد و مثل این می‌ماند که یک رابطه عاشقانه شکل می‌گیرد. اما من به خاطر فرزندانم نمی‌خواستم که این رابطه شکل بگیرد. سعی می‌کردم دور باشم و فقط دوستان معمولی باشیم. اما با این هم با گذشت زمان این رابطه معمولی دوستی ما به یک رابطه خیلی نزدیک تبدیل شد. و فهیم از من عکس‌هایم را خواست و گفت به خواهر و مادرم نشان می‌دهم که بدانم نظر آنها در مورد تو چیست. شکیلا ضمن یادآوری این که چطور این رابطه شکل گرفت می‌گوید فهیم به من وعده‌های زیادی داده بود، از جمله این که با من زندگی خواهد کرد و می‌گفت از تو و فرزندانت سرپرستی می‌کنم. این مرا فریبای عقل ناخ میداد که من امرای تو زندگی میکنم، من سرپرستی میکنم. اما او چه شد؟ چه شد وعده هایش؟ چه شد گپایش؟ هرچند من چند سال قبل از شوهرم طلاق گرفتم و 3 فرزند دارم که 2 آن با شوهرم و 1 تنها با من زندگی میکند. با این حال گاه فکر میکردم اصلا امکان ندارد که فهیم واقعا بخواهد با من زندگی کند. از قدیم گفتند زن کوچه باش ولی زن بچه نی. باز هم من به وعده های او باور کردم و برای همین همیشه به فهیم پول می فرستادم. شکیلا گفت من تا به حال بیش از 46,000 دلار آمریکایی برای فهیم فرستادم. او از میان همه پول ها دلار آمریکایی را بیشتر دوست دارد. که این رقم برای مردم تعجب آور بود و بسیاری ها شکیلا را دروغگو می خوانند و فکر می کنند که او دروغ می گوید. اما شکیلا در یکی از ویدیوهای اخیرش دست به افشاگری دقیق تری زده است. او آدرس های دقیق محلی که فهیم از آنجا پولها را به دست آورده را می گوید. او گفت من یک بار تنها 6,000 پول کش را خودم در حضور دوست فهیم به دستش دادیم. که ما 6,000 روپیه به دست خود دادیم پیشوری سمیر. سمیر خدا واره حاضر است. شما می توانید از سمیم دوست او بپرسید. او حاضر است و همه چی را می داند. یک بار دیگر 4,700 دلار از طریق سرای شهزاده منزل 3 دکان حاجی زلمی برایش فرستادم که شماره تماس و پاسپورت فهیم نزد او است. شما می توانید با فهیم رفته و از او بپرسید و آن وقت معلوم می شود که دروغ نمی گویم.
من شماره تماس دکاندار رو برایتان میدهم و شما میتوانید معلومات بگیرید. شکیلا به طور قاطعانه میگوید من حقم را میگیرم، حق فرزندانم را میگیرم. اجازه نمیتوم که حقم تلف شود. ما بچه زحمتی یک یک پولهایم را جمع کردم، اما تمامش را فهیم با فریب از ما گرفت. او میگوید ما از طریق موبایل 3 ساعت، 4 ساعت و حتی 5 ساعت با هم حرف میزدیم. او همیشه میپرسید کی میایی؟ من میگفتم 15 جولای میایم. من برای فهیم کمره خریدم، برایش موبایل آیفون خریدم. خب بالاخره 15 جولای به افغانستان رفتم. قبل رفتنم به فهیم تحفه های زیادی گرفتم و تک تک اعضای خانوادهش هم تحفه گرفتم. زمانی که به افغانستان رسیدم دیدم فهیم با 2-3 تا از دوستهای خود ساعت 4 صبح به میدان هوایی آمده. من تحفه ها رو برایش دادم و او خواست برایم یک تاکسی بگیرد. ازش پرسیدم موتر نداری؟ گفت نه خیر. گفتم تو با این وضع خراب افغانستان چرا باید در موترهای لینی بروی؟ گفت من پول ندارم که موتر بخرم. من برایش گفتم تو موتر بخر، من برایت پول میدهم. بالاخره من برایش 4700 دلار دادم تا موتر بخرد. یک روز زنگ زد که من یک موتر سیار دیدم، اما این پول برای خریدش کافی نیست. برای همان گفتم درست است، من باقی پولها را هم برات میتام، اما تو یک موتر بخر که دیگه مجبور نباشی با موترهای لینی سفر کنی. بالاخره بعد از اینکه پولها را برایش دادم او موتر نخرید و یک روز برایش گفتم فهیم جان من 20-25 روز است که کابل هستم، اما تا حال با هم ندیدیم. او گفت درست است، فردا در یک آدرس در شهر نو بیا. وقتی آنجا رفتم چند دقیقه را با هم صحبت کردیم. بعدش فهیم مرا از تمام آدرس های اینترنتیش بلاک کرد و این موضوع برای من خیلی مشکل تمام شد. وضعیتم خراب شد و من تنها 60 تا تابلت خواب خوردم، اما فهیم آدرس هایم را بلاک کرده بود. بعد از آن یکی دو بار توانستم همراهش تماس بگیرم. برایش گفتم فهیم جان موتر خو نگرفتی، حداقل پولهای مرا بده، من پول ندارم و پول نیاز دارم. او گفت من حالا ندارم، اما کوشش میکنم از دوستهایم پیدا کنم. فردایش برایم زنگ زد که من 70,000 افغانی برات پیدا کردیم. باز هم من دلم برایش سوخت. گفتم 20,000ش نزد خودت باشد، من فقط 50,000ش رو میگیرم. که فردایش به خانهش رفتم و خانوادهش با بسیار مهربانی با من برخورد کردند و آنجا من 600 دلار از پیشش گرفتم. و بعد از اینکه کانادا آمدم فهیم باز هم تمام شماره ها و آدرس های اینترنتیم را بلاک کرده بود. برای همین من دست به افشاگری زدم و خواستم خودم لایف بیایم و بگویم فهیم جان هر آنچه برات خریدم از تو باشد، همش را برایت میبخشم، اما لطفاً پولهایم را پس بده. خب بیننده های عزیز، مردم از این قضیه برداشت های مختلفی دارند. بعضی ها فکر می کنند پشت این قضیه آریانا سعید و نامزدش حسیب ساعد قرار دارند که آنها می خواهند با بدنام کردن فهیم فنا تیم آریانا رقابت را ببرد. بعضی ها هم می گویند این یک موضوع خصوصی است، ممکن همچین موضوع بوده باشد که خانم شکیلا با فهیم مشکل داشته باشد و فهیم این مقدار پول او را با بهانه ازدواج با او گرفته باشد. شکیلا در یکی از ویدیوهایش می گوید فهیم پشت موبایل گریه می کرد که مرا از اینجا ببر، مرا در اینجا پوپنک میزنم. خودش مثل یک چیوار گریه میکده پشت تلفن که کار مرا جور کن، بار مرا که کار مجور نمیکنی اینجا مرا پوپنک میزنم بانیم که پوپنک. و اما اخیران مژگان پنچیری در یکی از ویدیوهایش با عصبانیت و شکیلا میگوید تو یک زن پیر هستی، چند تا اولاد داری؟ فهیم جوان است و دور و برش پر از جوان است. او چرا با جوانها نباشد که با تو باشد؟ خودت احمق هستی. او اگر پلهایت را گرفته تو باید می فهمیدی که او جوان است و ممکن تو استفاده شوی.
مژگان میگوید حقیقت را به مردم بگو که کی ازت خواست ای کار را بکنی. مردم میگه حسیب و آریانا پشت ای گپ است. بیا حقیقت بگو. و اما شکیلا هم در یکی از ویدیوهایش میگوید آریانا جان، تو نماینده زنها هستی، از حق ما دفاع کن، از حق زنان افغانستان دفاع کن، لطفاً ازت خواهش میکنم. من از آریانا جان سعید خواهش میکنم، به منایس نماینده زناستک آریانا جان ازش پرسان کنه آیا میشکیلا راست میگه یا دروغ میگه. از حق زنا دفاع کن آریانا جان، قند قربان سرشون خوارک قند شیرینم. مردم هم از این صحبتهای او چنین برداشت کردند که واقعاً آریانا پشت ای قضیه است. به هر حال از سوی فهیم فنا واکنش دیدن نشده، جز این که شکیلا میگوید فهیم عکس‌های فامیلی مرا نشر کرده و من میتوانم با پلیس کانادا شکایت کنم و هم فهیم را و هم ماماهایش و همه کسانی که با او است را به سارنوالی بکشم. اما واقعیت موضوع هنوز معلوم نیست که آیا واقعا این حقیقت دارد یا هم یک دسیسه. یکی میگه بدرنگ است، یکی میگه پیر است، یکی میگه جوان است، هرچی است به خود استم. اونا من دیده بود که این کپا را زده بود و دیگه از شما من میخوایم که راستتان بگوین. آیا یک سیاسر اقدر دایی چی نامخته بد میکنه؟ بسیار شرم از برش. ما آمدیم حقیقتا را افشا ساختیم، پول خود میخوایم از پیشش به خاطر که فهیم نرمند است. هر کس طرفداری از فهیم میکنه من را بد میگن. خیر است؟ آیا یک سیاسر بسیار دل شکسته دارم، در دل خود بسیار گپا دارم، از دل مگر شما بفهمید؟ آیا شاید شما بیاین امرای من مصاحبه کنین؟ هر کسی که میخواید من حقیقتا را میگم، چیز که در دلم است همه گیش را میگم. چرا گپای چطیتتان را میزنین؟ چرا یک کمکتان امرای من نمیکنین؟ کمکتان بکنین. خانهشان در کارت سی پلاسرخ است، در پیش عزیزی بانک است، منزل چار خانهشان است. میتونین برین خانهشان، خانهشان را ببینین. امی خانه رنگه که بلدنگشان رنگ یشمی و نارنجی داره، این امی بلدنگشان است. آیا از دلم بفهمین؟ دلم درد داره، هر کسی که گپ میزنه دلم درد داره. سعی کنین سر گپای من شان نزنین، وقت داره برین فهیمه بگوین کمی گپا راست است یا دروغ. خب بیننده های عزیز، ممنون از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید و نظریات خود را راجع به این ویدیو در قسمت کامنت با ما شریک سازید. تا ویدیوی بعدی، وقت خوش.